سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است. با همین جمله میلیون ها ایرانی وحشیانه غارت شدند. یک عضو مجلس آخوندی ضمن ابراز وحشت از انفجار خشم 50 میلیون نفری که در بورس غارت شدند گفت: و برای این عدم اعتماد دلیلی واضح تر از مال باختگی 50 میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت جناب عالی نمیتوان ارائه کرد و به واسطه این تقصیر مهره از جناب عالی چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام گیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به وحشت نظام از فرجام اعتراضات و دزدی از جیب مردم نوشت: دولت حسن روحانی در قضیه مؤسسات مالی صراحتاً در تلویزیون اعلام کرد که دست در جیب مردم کردیم و برای جلوگیری از اعتراضات 37000 میلیارد تومان از بیت المال را دادیم تا مانع از گسترش اعتراضات شویم. و غارت شدگان خشمگین و آتشین به تحصن نشسته و هر لحظه بر تعداد آنان افسوده می شود. ما اینجا نشستیم، تالار بورس سعادت آباد تحصن کردیم، لطفاً بلنشی تشریف بیاریم. روزنامه آرمان ضمن ابراز وحشت از گسترش جمعیت معترض و آمار مخالفان نوشت: مردم عادی با فروش اساسیه خانه در بورس سرمایه گذاری کردند. کارگرانی را سراغ دارم که گاو و گوسفند و موتورسیکلت خود را فروختند و الان با کرونا و شرایط جدید جزء مخالفین شدند. دولت خیانت می‌کند، نظر حمایت می‌کند. دولت خیانت می‌کند، نظر حمایت. معنای شعار علیه خامنه‌ای در این تجمعات این است که مردم رأس فساد را نشانه گرفتند.